خدا. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان. خیر مقدم عرض میکنم حضور شما عزیزان رو در دوره جدیدی که داریم به عنوان دوره نهایی کلاس اقتصاد کلان. خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. این موفقیت بزرگ رو کسانی که 8 دوره اقتصاد کلان رو گذروندن، این در واقع یک دوره یادآوری خواهد بود و کسانی که دوره اقتصاد کلان رو نگذروندند، اتفاقا این دوره خیلی بهشون کمک میکنه که یک برداشت کلی از اقتصاد کلان پیدا کنند. نام این دوره، دوره اپیلوگ هست یا دوره نتیجه گیری هست یا دوره خلاصه هست. خلاصه از داستان اقتصاد کلان رو ما اینجا میخوایم خدمتتون به امید خدا توضیح بدیم. حالا اینکه چند ساعت این طول میکشه، ما برنامه‌مون این هست که هرچه سریعتر این خلاصه رو مطرح کنیم و شما با توجه به اینکه مسیر خیلی طولانی رو زحمت کشیدید و تشریف آوردید، به طوری که 45 فصل دو کتاب رو با هم ما مرور کردیم، خب قطعاً برداشت خوبی از جزء نظریات اقتصاد کلان پیدا کردید. اما مطمئنم که اون چیزی که خیلی از دوستان ممکنه که در واقع اشکال ببینند یا اینکه نتوانند تحلیل خیلی خوب اقتصاد کلان داشته باشند، این هست که باید یک برداشت کلی از اقتصاد کلان پیدا کنیم، یعنی باید یک مرور خیلی سریع انجام بدیم و این مرور رو ما با بررسی تاریخی اقتصاد کلان این مرور رو انجام میدیم. برای کسانی هم که اقتصاد کلان رو پاس نکردن، این مرور تاریخی به دوستان کمک میکنه که فعلا یک برداشتی از این جنگل داشته باشند، جنگل رو ببینند و بعد اگر که علاقمند بودند، بعدها میتوانند در واقع دوره اقتصاد کلان رو بگذرانند. پس ما با فصل 24 کتاب آقای بلانچارد آغاز میکنیم. آخرین فصل کتاب آقای بلانچارد هست. همزمان فصل آخر کتاب آقای منکیو رو مرور خواهیم کرد و همچنین در واقع زندگی نامه بزرگان اقتصاد کلان رو از منبع ویکیپیدیا دنبال میکنیم. البته در خلاصه در ترجمه این ویکیپیدیای فارسی یک مقدار مشکلاتی بود که من حتی الامکان سعی کردم رفع کنم و ادیت انجام دادم، ولی باز هم ممکنه مشکلاتی باقی مونده باشه که عذرخواهی میکنم، ولی تلاش ما این بوده که از منابع متعدد اطلاعاتی رو در اختیار شما قرار بدیم که بعدها کمتر این اسامی رو فراموش کنید یا کمتر روند تاریخچه علم اقتصاد کلان و روند تفکر در اقتصاد کلان یا روند تات به زبان انگلیسی رو شما بتونید در ذهن داشته باشید و دچار خطای تحلیل و سیاست گذاری در آینده انشالله دیگه نشوید. اما واقعیت این هست که اقتصاد کلان بدون نام کینز واقعا ناقص هست. اقتصاد کلان مدرن رو کینز به وجود آورد. نظریات کینز بود که بارور شد و برای چند دهه ادامه پیدا کرد و بعدها افرادی مانند فریدمن و مانند لوکاس روند تحلیل و روند سیاستگذاری رو در علم اقتصاد کلان تا حد زیادی مورد تأثیر قرار دادن، تحت تأثیر قرار دادن. بنابراین ما بهتر این هست که اگر میخوایم علم اقتصاد کلان رو بیاموزیم، از کینز شروع کنیم، از نظریات کینز شروع کنیم، از تاریخ زندگی کینز شروع کنیم و شرایط اجتماعی و اقتصادی که آن زمان کینز در آن شرایط اجتماعی و اقتصادی تصمیم گرفت که کتاب بزرگ خودش رو بنویسه که هنوز ملهم اقتصاددانان کلان است. و همین که کینز در زمان رکود بزرگ به نتایجی رسید که تا پیش از اون اصلا کسی این گونه در اقتصاد کلان فکر نمی کرد، این بسیار ارزشمند هست و این انجامید به این که بعد از کینز تعداد زیادی از اقتصاددانان در دوران طلایی علم اقتصاد کلان اقدام به ترکیب نظریات کینزی با علم اقتصادی که قبل از کینز وجود داشت بکنند. و این ترکیبی که در واقع علم اقتصاد کلاسیکی که قبل از کینز بود و نظریات کینز، این ترکیب رو تحت عنوان سنتز نوکلاسیک ما میشناسیم یا سنتز نوکلاسیکی ما میشناسیم، که شما باید حتما با این مسئله آشنا باشید. یعنی تصور نکنید که در سنتز نوکلاسیکی نظریات کینز در واقع نادیده گرفته شده یا در نوکلاسیک دیگه ما توجهی نداریم به نظریات کینز. نوکلاسیک اومد که در واقع یک انقلابی رو در تفکرات کلاسیک که قبل از کینز بود رو
ارائه بدهد. و عرض کردم خدمتتون این سنتز نئوکلاسیکی که از 1940 تا اوایل 1970 به وجود آمد، این دوران طلایی علم اقتصاد کلان بود که علم اقتصاد کلان به یک علم نضج‌یافته، به یک علم واقعی تبدیل شد، هرچند که در اون زمان در تحلیل دچار مشکلات جدی هنوز بود، ولی به علم تبدیل شد، پایه‌های علمی اقتصاد کلان گذاشته شد. و ناگهان در دهه 1980 ناگهان آقای لوکاس و دوستانش نظیر آقای برو، آقای لوکاس، حالا افراد متعدد، آقای سارجنت به عنوان مثال و دوستان دیگری که با آقای لوکاس معمولا همراهی داشتند، نقد انتظارات عقلایی رو مطرح کردند، یا نقد انتظارات منطقی رو مطرح کردند، یا نقد انتظارات عقلانی رو مطرح کردند. که الان اینجا ما در این در واقع ترجمه ای که در اسلاید انجام دادیم تحت عنوان انتظارات عقلانی مطرح میکنیم و شاید بهترین واژه از میان سه ترجمه ای که برای rational expectations شده همین انتظارات عقلانی باشه. نقدی که آقای لوکاس مطرح کرد به تغییر دائمی در تحلیل علم اقتصاد کلان منجر شد. پس چندین بار علم اقتصاد کلان دستخوش تحول شده. اولین بار شاید آقای کینز رو به عنوان اولین انقلابی اقتصاد کلان بشناسیم. البته قبل از اون عرض کردم اصلا تحت عنوان اقتصاد کلان ما این علم رو نمیشناختیم، بلکه تحت عنوان تحلیل چرخه های تجاری یا بزنس سایکل انالیسیس ما میشناختیم، ولی بعد از آقای کینز بود که اصلا واژه اقتصاد کلان شکل گرفت و مطرح شد. و مرحله دوم زمانی بود که آقای میلتون فریدمن در دانشگاه شیکاگو با همکاری خانم آنا شوارتز کتابی رو نوشتند که تقریبا 100 سال تاریخ پولی ایالات متحده رو مورد بررسی قرار دادند و در این بررسی 100 ساله به نتایجی متعارض با نظریات کینز رسیدند و تونستن اثبات بکنن که برخی از نظریات کینز باید مورد تأمل قرار بگیره. به طور مشخص آقای کینز معتقد بود که سیاستگذاری مالی بودجه‌ای بر سیاستگذاری پولی مقدم است. چرا چنین نتیجه‌ای را آقای کینز گرفته بود؟ به دلیل اینکه ایشون تصور می‌کردند که منحنیه، اگر ISLM در نظر بگیریم، البته ISLM بعدها مطرح شد بر اساس نظریات کینز، یعنی با اینکه آقای کینز از نظر ریاضی دانشمند بود و واقعا ریاضیات رو میدانست، ولی در کتاب مشهور خودش که تحت عنوان نظریه عمومی شناخته میشه مسائل در واقع ریاضی رو مطرح نکرد و اقدام به مدل سازی ریاضی ننمود. ولی همزمان با آقای کینز و بعد از آقای کینز بلافاصله اقتصاددانان رفتند برای اینکه یک مدل با پایه ریاضی رو مطرح کنند و این مدلی که بر اساس نظریات کینز، این مدل ریاضی که مطرح شد تحت عنوان در واقع مدل ISLM شناخته می شد. در این مدل ISLM بر طبق نظریات کینز منحنی IS رو آقای کینز بسیار بسیار با شیب تند در نظر گرفته بود. اگر منحنی IS شیبش خیلی تند باشه، دوستان عزیز، آیا سیاست گذاری پولی تأثیری بر مقدار تولید میگذارد یا نمیگذارد؟ جهت اطلاع و جهت یادآوری، جهت اطلاع دانشجویان جدید و جهت یادآوری دانشجویانی که اقتصاد کلان رو با ما گذروندن، رابطه ISLM، مدل ISLM رابطه ای رو بین نرخ بهره و نرخ و مقدار تولید نشون میداد، یا اگر خاطرتون باشه دوستان. حالا منحنی IS یک منحنی سعودی بود در این مدل و منحنی LM یک منحنی در واقع یک خط صاف بود، یا حتی میتونیم یک منحنی مثلا نزولی یا سعودی در نظر بگیریم. روی اینکه شیب منحنی IS و LM چه باشد، پس از به وجود آمدن مدل ISLM برای چند دهه روی این قضیه داشت بحث میشد و صحبت میشد. اما مسئله اصلی این هست که بر اساس نظری آقای کینز معادله در واقع خط IS یک خط کاملا با شیب بسیار تند بود، به طوری که میتونیم خط IS رو یک خط عمودی در نظر بگیریم. حالا اگه خط IS شما یک خط عمودی باشه، دقت بفرمایید، حالا من اینجا میکشم که شاید بیشتر کمک کنه،
ببینید، من اگر که یک منحنی ISLM داشته باشم، عرض کردم منحنی ISLM رابطه بین وای رو نشون میده و رابطه بین چی رو نشون میده دوستان؟ وای و چی رو نشون میده؟ رابطه بین نرخ بهره واقعی رو نشون میده. و اگر که یک منحنی در واقع LM مثلا صاف داشته باشیم، یک منحنی LM کاملا افقی داشته باشیم، و اگر همزمان منحنی IS شما کاملا با شیب تند باشه، مثلا عمودی باشه، تقریبا عمودی باشه، اگر این منحنی IS شما باشه، دوستان عزیز، سیاست گذاری پولی که این منحنی LM سیاست گذاری پولی رو نشون میده چه تأثیری بر تولید خواهد گذاشت؟ پس یک منحنی LM پرایم مثلا داریم، LM سیاست گذاری پولی شما مثلا سیاست انقباضیه و باعث میشه که نرخ بهره افزایش پیدا کنه. آقای کینز در واقع، نه اینکه روی مدل ISLM اینو مطرح کنه، ولی آقای کینز به عبارتی میگفت که سیاست گذاری پولی در سیاست گذاری، اصلا در سیاست گذاری اقتصاد کلان اصلا مؤثر نباید باشد و مؤثر نیست. چرا این صحبت رو میکرد آقای کینز؟ برداشت آقای کینز این بود که در واقع منحنی IS بسیار بسیار شیب تندی داره و سیاست گذاری پولی فقط نرخ بهره رو تغییر میده و تأثیری بر مقدار تولید مطلقاً نمیگذارد. آقای فریدمن و خانم آنا شوارتز در یک تحلیل خیلی سنگین علمی و تاریخی نشون دادن که اتفاقاً آنچه که در ایالات متحده عمل کرده و آنچه باعث تغییر بر تولید شده چه بوده؟ سیاست گذاری پولی بوده. بنابراین دوستان عزیز در نظر بگیرید که چون آقای فریدمن رو یکی از طرفداران مثلا دولت کوچک میدانیم و یکی از طرفداران عدم مداخله دولت در اقتصاد میدونیم، این اشتباه رو نکنید که آقای فریدمن طرفدار سیاست گذاری پولی نبوده. در حالی که اولین کتاب بسیار مهمی و مهمترین کتابی که آقای فریدمن نوشته، روی مسئله تاکید کرده که نقش سیاست گذاری پولی در خروج از بحران های اقتصادی و در ملایم کردن بیزنس سایکل خیلی مهم هست. اینچه که میخوام خدمتون عرض کنم این هست که پس ما یک فردی داشتیم به نام کینز و طرفداران آقای کینز، که طرفداران آقای کینز رو بعدها تحت سه عنوان ما میشناسیم. یک سری از طرفداران آقای کینز کاملا به دیدگاه های آقای کینز تا امروز پایبند بودن، که تحت عنوان کسانی که به دیدگاه های آقای کینز کاملا پایبند هستن، کسی میدونه اسمشون چه هست؟ چه مکتبی رو تشکیل میدهند؟ تحت عنوان پست کینزیان شناخته میشوند. امروزه نظریات پست کینزیان زیاد در علم اقتصاد جایگاهی نداره، چرا که آقای کینز اولین فردی بود که این نظریات رو مطرح کرد و هرچند که مقدم هست و فرد بسیار مورد احترامی در علم اقتصاد کلان هست، ولی نظریات آقای کینز مبنی بر دخالت دولت در سیاست گذاری های به خصوص سیاست گذاری مالی و بودجه‌ای به آنجا انجامید که متاسفانه تورم های خیلی بالا در کشورهای به وجود آمد و حتی به ابر تورم منجر شد. این هست که پست کینزیان ها الان اون کسانی که کاملا تابع و نعل به نعل نظریات آقای کینز رو میخوان در قالب نظریات جدید مطرح کنن و هر تئوری که به وجود میاد اینها سعی میکنن مدل کینزیش رو مطرح کنن، خیلی جایگاه عمده‌ای در اندیشه اقتصادی امروز دنیا ندارند. بل برعکس، کسانی که یک مقداری عدول کردند یا حتی به نقد آقای کینز پرداختند، دو گروه دیگر هستند که ما در واقع شاخه اصلی علم اقتصاد کلان امروز رو تشکیل میدهند. برخی از این افراد تحت عنوان نئو کینزیان شناخته میشوند و برخی دیگر از این افراد تحت عنوان نیو کینزیان شناخته میشوند، که من اگر فرصت کنم در این دوره تا حدی بنا تلاش دارم، اگر فرصت کنم من میخوام به مباحث نئو کینزیان و نیو کینزیان هم انشالله اشاراتی داشته باشیم، هرچند که در قالب این دو کتاب بلانچارد و منکیو قرار نگرفته است. تا اینجا اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم، اگر نه بحث رو ادامه بدیم. بله آقای کیخو، آقای نکبخت، تئوری مدرن پولی زیر مجموعه کدام قرار میگیره؟ من فکر میکنم که مدرن مانیتری تئوری رو شما میفرمایید، چون من خودم هم دارم نظریه مدرن پولی درس میدم، ولی یا سیاست گذاری مدرن پولی درس میدم، ولی منظورم MMT نیست.
من در واقع نظریات روز دنیا رو دارم تدریس میکنم. MMT در واقع بخشی از کینزیان ها و شاید عرض کنم که پست کینزیان ها هستند که این شاخه MMT رو تشکیل میدهند. در جایگاه خودش هم به نظر بنده جایگاه داره، هرچند که بسیاری از مورد تمسخر بسیاری از بزرگان علم اقتصاد قرار گرفته، از جمله چپترین شاید اقتصاددان مشهور دنیا و برنده جایزه نوبل که خودش هم پست کینزیان هست، حتی نیو کینزیان هم نمیتونیم به حساب بیاریم، حتی آقای پال کروگمن هم در واقع این نظریات مادر مانیتری تیوری رو مورد تمسخر قرار دادند، ولی به نظر من در جای خودش جایگاه داره و به نظر من MMT در سالهای اخیر در اقتصاد امریکا باعث تغییر خیلی عمده‌ای شده و شما میبینید که آقای ترامپ ادعا کرد که میخواد وضعیت infrastructure investment یا سرمایه گذاری در زیر ساختار رو در اقتصاد امریکا تغییر بده، اما آقای بایدن بود که اخیراً تونست در واقع این طرح رو به اجرا در بیاره و یک چیزی بالای 3 تریلیون دلار اختصاص دادن به زیر ساخت ها. و مسئله دیگر این که شما میبینید که در اتخاذ سیاست های انقباضی الان در امریکا و شاید در خیلی از کشورهای دیگر دنیا خیلی عجله نمی کنند و این به نظر من یکی از دستاوردهای جنبش MMT هست که تعداد افرادشون اتفاقا خیلی خیلی محدود هستند، ولی به نظر من نکته‌ای که دارن خیلی درسته. این نظریات اینها در ایران مطلقا کاربرد نداره، نظریات اینها در کشوری کاربرد داره که این کشور انتظارات تورمیش خیلی پایین هست و الان که شما ببینید انتظارات تورمی در آمریکا اوج گرفته، به نظر من باید باز هم برگردیم به سمت و برگردند به سمت سیاست‌های کنترل تورم. خب سوالی رو مطرح کرد آقای نیساری، نوشتن سلام استاد، به نظر شما با سیاست تسهیل مقداری این نظریه ها رو عوض نمی‌کنه مخصوصا بعد از بحران 2008؟ آقای نیساری، در دوره سیاست‌ها و بازارهای پولی جهانی ما در مورد QE به طور کامل توضیح دادیم و حالا در آینده هم احتمالاً بعد از این دوره هم یک بار دیگه ما سیاست‌ها و بازارهای جهانی رو داشته باشیم. جهت اطلاع دوستان احتمالاً بنده برای اولین بار یک دوره حضوری هم در یکی از هتل‌های تهران در این زمینه برگزار می‌کنم، البته مختصر اون دوره خواهد بود، کوتاه‌تر اون دوره خواهد بود. بله آقای کلانتری، این که ما داریم به سمت رکود تورمی دهه 70 میریم، من مطمئن نیستم که ما به سمت رکود تورمی دهه 70 بریم، ولی یک چیزی رو من حالا در گوشی خدمت شما عرض میکنم و اونم این هست که البته جای عنوان نشده، ولی این که مثلا امریکا در چند سال آینده یک مقدار نرخ بهره واقعی منفی داشته باشه یا کشورهای غربی یک مقدار نرخ بهره واقعی منفی داشته باشن، این به نفعشون تمام میشه، چون که اگر که نرخ بهره واقعی منفی باشه نسبت در واقع بدهی های اون کشور میتونه کاهش پیدا کنه. دقت میفرمایید. بنابراین اینکه یک مقدار حساسیت رو نسبت به نرخ بهره کم کردن کاملا قابل درک هست، هرچند که ممکنه از دستشون در بره. الان وضعیت این هست که افرادی که شرط بندی کردن در بازارهای مالی که امریکا نمیتونه در واقع تورم رو در کوتاه مدت کنترل کنه، با افرادی که معتقدند امریکا میتونه تورم رو یا فدرال رزرو امریکا میتونه تورم رو کنترل کنه تقریبا با هم برابر هستند. حالا با برمیگردیم به این مسائل، ما حتی تحولات در اقتصاد کلان تا بحران سال 2009 و درس‌های بعد از بحران رو هم در این اسلاید های آقای بلانچارد داریم. آقای بلانچارد اینجا عنوان میکنه، میگه ما 23 فصل را، چون این به فصل 24 کتاب آقای بلانچارد هست، ما 23 فصل را صرف ارائه چارچوبی کردیم که اکثر اقتصاددانان برای اندیشیدن در مورد مسائل اقتصاد کلان استفاده میکنند. نتیجه گیری عمده‌ای که انجام میدهند و موضوعاتی که در آن اختلاف نظر دارند. خب ما اینها رو توضیح دادیم. این فصل به شما میگوید که چگونه این چارچوب در طول زمان ساخته شده است. ما در واقع لوگوهایی بودند، اجزای مختلفی از یک نظریه که نظریه مدرن اقتصاد کلان هست رو در 23 فصل خدمتون توضیح دادیم. نقش این فصل خیلی مهم میشه
برای اینکه بتونیم این پازل رو به هم دیگه در واقع این زنجیره رو به هم دیگه وصل کنیم، یا نخ تسبیح این فصل خواهد بود که این دانه‌های تسبیح رو با هم دیگه در یک در واقع مسیر قرار میده. خب تاریخ اقتصاد کلان مدرن با انتشار نظریه عمومی اشتغال بهره و پول جان مینارد کینز در سال 1936 آغاز می شود. دقت بفرمایید که آقای کینز، حالا اگر که کتاب هم من میخواستم براتون بیارم، دوستان عزیز دقت بفرمایید، من یک قسمت از کتاب رو برای شما میخونم و اسکرینم رو شیر میکنم. دقیقا بفهمید. ببینید اینجا آقای کینز برای یکی از دوستانش برای این کتابی که در سال 1936 منتشر شده، قبل از این کتاب منتشر بشه، یک جمله رو می نویسه. این جمله خیلی عجیب هست. As he was writing the general theory، حالا general theory چیه؟ هم کتاب مشهور کینز هست. میگه نظریه عمومی، general theory of employment، نظریه عمومی اشتغال، interest، نرخ بهره، and money. بنابراین میخواد نرخ بهره رو به یک نحوی از طریق پول یا به همراهی پول به در واقع اشتغال ربط بده. چه اتفاقی افتاده؟ 1929 کل اقتصاد امریکا و حتی میتونیم بگیم کل اقتصاد دنیا دچار مشکل بسیار جدی شده بود. اشتغال به شدت کاهش پیدا کرده بود و آقای کینز، ببینید ISLM ما گفتیم که رابطه بین نرخ بهره واقعی و مقدار تولید رو نشون میده. وقتی آقای کینز میخواد در مورد اشتغال صحبت کنه، میره سراغ تولید و میره سراغ در واقع تقاضا. بنابراین ایمپلویمنتی که اینجا آمده با تقاضا یا دیمند و آوتپوت یعنی تولید، اینها همه با همدیگه همسو هستند و اگر تحلیل یکیشو میتونست ارائه بده، تحلیل بقیه رو هم ارائه داده بود. از اون طرف میاد تا اینو ربط میده به مسئله نرخ بهره و مسئله پول. بعد ایشون کاملا واقف بوده که داره انقلاب میکنه. ایشون خودش میدونست رهبر انقلاب خواهد شد. As he was writing the general theory، وقتی که اون کتاب نظریه عمومی رو مینوشت، Keynes confided to a friend، در گوشی به یکی از دوستاش گفت، رازی رو به یکی از دوستاش فاش کرد تحت این عنوان. ببینید جمله که کینز میگه، I believe myself، من معتقدم که من to be writing a book، من دارم یک کتابی رو مینویسم، on economic theory، در زمینه نظریه اقتصاد، which will largely revolutionize، که به طور گسترده انقلابی در علم اقتصاد کلان ایجاد خواهد کرد، not I suppose at once but in the course of the next 10 years. این انقلاب البته در جای ایجاد نخواهد شد، من فرضم بر این است که در طی 10 سال آینده این انقلاب در تفکر اقتصادی به در واقع به انجام خواهد رسید. The way the world thinks about economic problems، یعنی من انقلابی میکنم در مورد روش هایی که دنیا در مورد مسائل اقتصادی فکر میکنه. من میخوام طرز فکر دنیا رو تغییر بدم. بعد میگه Keynes was right، Keynes درست گفته، درست فکر میکرد. The book's timing was one of the reasons for its immediate success. چرا انقدر این کتاب موفق شد؟ چون در 1936 هفتمین سالی بود که وارد بحران بزرگ شده بود اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد دنیا و هیچ کس هیچ راهکاری برای نجات از این بحران بزرگ نداشت. The Great Depression was not only an economic catastrophe but also an intellectual failure for the economists working on business cycle theory. خب میگه که ببینید، میگه که بحران بزرگ و رکود بزرگ نه فقط یک فاجعه اقتصادی بود، بلکه یک شکست بزرگ روشنفکری بود، یک شکست بزرگ تفکری بود برای اقتصاددانانی که روی نظریه چرخه های تجاری کار میکردند. حالا اینجا عنوان میکنه، ببینید، از مکرو اکنامیکس was then called، یعنی در اون زمان به اقتصاد کلان میگفتن بزنس سایکل تیوری یا نظریه چرخه تجاری. بعدها در واقع اقتصاد کلان امروزه از دو نظریه تشکیل شده، یکی نظریه کوتاه مدت و میان مدت که همون بزنس سایکل تیوری باشه و
دیگری نظریه بسیار بلند مدت که همون گروث تیوری باشه که ما در مورد اون هم به اختصار صحبت خواهیم کرد. Few economists had a coherent explanation for the depression. تعداد خیلی اندکی از اقتصاددانان یک در واقع توضیح معقولی یا توضیح منسجمی درباره رکود داشتن. Either its depth or its length. یعنی بخش عمده نمیتونستن نه عمق بحران رو توضیح بدن نه میتوانستن این دوران طولانی بحران رو براش توضیحی داشته باشن. The economic measures taken by Roosevelt administration as part of the New Deal had been based on instinct rather than on economic theory. این چی میگه؟ میگه که در واقع اقداماتی که آقای روزولت، اقدامات اقتصادی که روزولت انجام داد که اون زمان خیلی مشهور شد که تحت عنوان معامله جدید یا نیو دیل شناخته میشد، بیشتر بر اساس غریزه بود، بر اساس، حالا غریزه نمیتونیم بگیم، مثلا در فارسی بگیم بر اساس حالا برای این لغت باید پیدا کنم، بر اساس شم بود. آها، در فارسی بهش میگیم شم. شم اقتصادی بود. یک سری در واقع افرادی بودن در دولت کار میکردن، یک برداشت ها بر اساس برداشت بود rather than an economic theory و بر اساس یک نظریه اقتصادی واقعا جدی نبود. The general theory، کتاب نظریه عمومی، offered an interpretation of events. این خیلی مهمه، سه تا مسئله رو اینجا مطرح میکنه، دقت بفرمایید. این میگه کتاب نظریه عمومی آقای کینز سه تا کار انجام میده. یکی an interpretation of events، شرح تفسیر وقایعی که صورت گرفته، تفسیر وقایعی که در اقتصاد اتفاق افتادن، اونجا میاد توضیح میده، تفسیر میکنه. an intellectual framework، intellectual یعنی روشن فکری، یعنی تفکری، یک چارچوب فکری به اقتصاددانان ارائه میده. عرض کردم قبل از اون چارچوب فکری اقتصاددانان فرو پاشیده بود، اصلا توضیحی نداشتن بدهند، نه در مورد عمق، نه در مورد در واقع طول دوره رکود. and a clear argument for government intervention. اینجا خیلی قاطع، خیلی صریح و آشکار آقای کینز میاد دستور سیاست گذاری میده، توصیه سیاست گذاری میکنه و توصیه سیاست گذاریش اینه که دولت باید وارد بشه. و این ورود دولت اتفاقا تا سالها تشدید شد و خودش به بحرانی انجامید، تا وقتی که تعادل در اقتصاد کشورهای پیشرفته بین دولت و بازار تعادلی ایجاد شد. خب حالا یک نکته دیگر رو که من میخوام خدمتتون عرض کنم، البته من نمیخواستم از کتاب براتون بخونم، ولی انقدر این جملات رو آقای بلانچارد این فصل خواسته شروع بکنه، انقدر قشنگ نوشته و انقدر موجز و مختصر نوشته که ما راحت تر از این نمیتونیم توصیف کنیم این قضیه انقلاب بزرگ کینزی رو. The general theory emphasizes effective demand. خب کتاب جنرال تیوری میاد یک مبحث جدیدی رو مطرح میکنه تحت عنوان effective demand، یعنی تقاضای مؤثر. دوستان عزیز، کسی میدونه تقاضای مؤثر رو بعدن ما چه نامیدیم؟ بله، بسیار خوب. تقاضای مؤثر رو همونی که آقای جعفری نوشتن AD هست، همون aggregate demand یا تقاضای کل هست. آقای کینز تحت عنوان تقاضای مؤثر یا effective demand ازش یاد میکنه، بعدها همون تقاضای کل که ما در کتاب آقای بلانچارد و کتاب آقای منکیو شناختیم، همون ایدی هست که بعدها مد نظر قرار گرفت. بسیار خب. خب دقت بفرمایید. پس تقاضای مؤثر میگه what we now call aggregate demand یا AD. In the short run، در کوتاه مدت، کینز argued، یعنی کینز اینجور مطرح کرد که در کوتاه مدت effective demand، تقاضای مؤثر یا تقاضای کل، determines output. این خیلی مهمه. دوستان من این سوال دیگه ازتون مطرح کنم. ما امروز در اقتصاد کلان معتقدیم که در کوتاه مدت چه چیزی سطح تولید رو یا تغییرات تولید رو مشخص میکنه؟ بله، تقاضای کل. و اما ما امروز معتقدیم که در بلند مدت یا بسیار بلند مدت چه چیزی در واقع مقدار تولید رو مشخص میکنه؟ در بسیار بلند مدت، اولا بسیار بلند مدت موضوع کدام زیر شاخه علم اقتصاد کلانه؟ آفرین، اقتصاد رشد. بس در نرخ بیکاری رشد اقتصادی؟ نه، ببینید سوال من این بود رشد اقتصادی رو در بلند مدت چه چیزی فراهم می کند؟
سرمایه انسانی و فیزیکی و دانش. بله آقای جعفری، ولی سوال ما چی بود؟ اینوستمنت، بله تابع تولید. همه درست گفتید، یعنی همه دارید میگید چی؟ همه دارید میگید که در بسیار بلند مدت اصلا تقاضا مطرح نیست، عرضه مطرح هست، منحنی عرضه مطرح هست، تابع تولید مطرح هست، سرمایه گذاری مطرح هست، پسنداز مطرح هست، سرمایه انسانی مطرح هست، پروداکتیویتی مطرح هست. دقت میکنید؟ عناصر عرضه کله که در بسیار بلند مدت در واقع رشد بلند مدت اقتصادی کشورها رو توضیح میدهد. در کوتاه مدت ما این مقدار ظرفیت تولید جامعه رو یکسان میگیریم و حالا میگیم که یک در واقع این مقدار تولیدی که در جامعه، این ظرفیت تولیدی که در جامعه هست، این ظرفیت تولید میتواند کامل به بهره برداری برسد و میتواند ناقص به بهره برداری برسد. اگر ناقص به بهره برداری برسد، باید دولت وارد بشود و فاصله و این گپ و شکافی که وجود داره رو پر کنه. کل نظری آقای کینز، کل توصیه سیاستی آقای کینز این هست که اگر شما مازاد ظرفیت تولید داشته باشید، می توانید این مازاد ظرفیت تولید رو استفاده کنید و این مازاد ظرفیت تولید رو در واقع هدایت کنید اقتصاد رو که از این مازاد ظرفیت استفاده بشه و مقدار اشتغال افزایش پیدا کنه و اگر اقتصاد در رکود هست، از رکود رهایی پیدا کنه. رکود جایی هست، معمولا ما جایی رو رکود میگیم که ظرفیت تولید وجود داره و در عین حال از این ظرفیت تولید استفاده نمیشه و بیکاری در اقتصاد به وجود میاد و گسترش پیدا میکنه. بسیار خب، من برمیگردم به نظری آقای کینز. خیلی خب، پس در کوتاه مدت آقای کینز به درستی در کوتاه مدت مشکل رو در افکتیو دیمند یا اگریگیت دیمند دید، در تقاضای مؤثر یا تقاضای کل دید. بسیار. حالا دقت بفرمایید. Even if output eventually returns to potential، حتی اگر که مقدار تولید در نهایت به سطح در واقع به ظرفیت برسه، به قابلیتش برسه، the process is slow at best. At best یعنی چی؟ میگه حتی اگر این بشه، خیلی کنده این چیز، این فرایند، و اصلا ممکنه هیچ وقت بهش نرسه. یعنی ممکنه همیشه مقدار تولید از مقدار ظرفیت فاصله داشته باشه. این اتفاق ممکنه بیفته. One of Keynes' most famous quotes is "In the long run, we are all dead." میگه که در بلند مدت همه ما مرده ایم. این در بلند مدت همه ما مرده ایم رو چرا میگه؟ چون معتقده که در کوتاه مدت اگر دولت دخالت نکنه، ممکنه که هیچ وقت تقاضای کل به مقدار بالقوه خودش نرسه. این نکته اصلی آقای کینز هست. من حتی در ویکی‌پدیای فارسی که الان در اسلاید دیگری برای شما در واقع ما اینا رو گذاشتیم، حتی اونجا میبینم که این جمله آقای کینز رو متاسفانه میس انترپرت کردند یا تفسیر نادرستی از این جمله داشتن. این جمله کاملا معطوف به این هست که دولت باید مداخله کنه تا سرعت رسیدن اقتصاد به نقطه بهینه و به نقطه بالقوه رو تسریع کنه، سرعت رو افزایش بده. In the process of deriving effective demand, Keynes introduced many of the building blocks of modern macroeconomics. حالا چرا آقای کینز اینقدر واقعا مورد توجه قرار گرفت در طی چند دهه پس از انتشار کتاب؟ به خاطر اینکه حداقل سه تا کانتریبیوشن جدید داشته، سه مورد در سه وادی ایشون اصلا ایشون اومده یک نظریه رو به طور کلی به وجود آورده، هر تیکه های نظریه رو هم به وجود آورده. بنابراین ایشون مثل بقیه اساتید اقتصاد نبوده که مثلا حول یک در واقع فقط یک نوآوری مثلا داشته باشن، بلکه نوآوری های متعددی رو در کنار همدیگه قرار داده تا بتونه در واقع در مورد بحران اقتصادی که شکل گرفته و راه‌های رهایی از اون بحران اقتصادی بتونه اظهار نظر کنه و در واقع نظریش رو تکمیل کنه. اولین نکته‌ای که آقای کینز در واقع نوآوری داشت و مطرح کرده در این کتاب، The Relation of Consumption to Income، خیلی مهمه. ببینید، یک رابطه‌ای رو آقای کینز میاد مطرح میکنه بین مصرف و درآمد. منتها مسئله کاری که کار بزرگی که انجام میده، ما یک در واقع اصطلاحی داریم تحت عنوان کینز مالتیپلایر. اگر یادتون باشه، ما وقتی که
در ابتدای این کتاب وقتی تدریس میکردیم کینزیان کراس رو مطرح کردیم که همون مسئله مالتیپلایر رو توضیح میداد. یعنی چه؟ یعنی کینز میگه which explains که توضیح میدهد how shocks to demand can be amplified. کینز توضیح میده میگه اگر که دیمند به دیمند یا به تقاضا به اون تقاضای مؤثر یا تقاضای کل اومد یک شوکی وارد شد به هر دلیلی مثلا تقاضای کل کاهش پیدا کرد، این بعدن از طریق مصرف این شوک بعدن امپلیفای میشه، این شوک اثرش بزرگتر خواهد شد چه مثبت باشه چه منفی باشه. ما اینو تحت عنوان ضریب فزاینده کینزی میشناسیم، با اون ضریب فزاینده پولی فرق داره اگر خاطرتون باشه. And lead to larger shifts in output. پس بنابراین اگر یک شوکی در تقاضا به هر دلیلی به وجود آمد، منجر به شوک بزرگتری در تولید در نهایت خواهد شد. پس اثر شوک تشدید خواهد شد. تا امروز ما به این نظریه کینز معتقدیم و کاملا این رو درست میدونیم. پس این نکته بسیار مهمی که همین یکی هم میتونست آقای کینز رو مشهور کنه، اما بلافاصله بحث بازار مصرف و بحث مقدار درآمد و تولید رو میذاره کنار، میره سراغ مبحث بعدی. نظریه لیکویدیتی پریفرنس رو آقای کینز مطرح میکنه، رجحان نقدینگی رو آقای کینز مطرح میکنه، تقاضا برای پول رو آقای کینز مطرح میکنه، همین لیکویدیتی پریفرنس رو بعدها تحت عنوان دیمند فور مانی یا مانی دیمند ما شناختیم اگر خاطرتون باشه، MD یعنی تقاضای پول شناختیم. یعنی آقای کینز میاد در نظر میگیره میگه پول هم مثل بقیه کالاها تقاضای برای پول هست. دقیق میفرمایید که بتونه رابطه ای که چون میخواد راهکار ارائه بده، یک مقداری میگه که بالاخره پول اینجا مؤثره. Which explains how monetary policy can affect interest rates and aggregate demand. پس این رابطه بین نرخ بهره و تقاضای کل رو از طریق چیزی که ما امروزه تحت عنوان ISLM میشناسیم و اینجا داره LMش رو مطرح میکنه، اگر در بالا ISش رو مطرح کرد، در دومی LMش رو داره مطرح میکنه. این قضیه در واقع تقاضای پول و رابطه بین نرخ بهره و تقاضای کل رو مجدداً آقای کینز اومد برای اولین بار مطرح کرد. نکته سومی که کینز با دوباره نوآوری سومی که کینز داره The importance of expectations in affecting consumption and investment. اهمیت انتظارات. پس در مورد انتظارات هم صحبت میکنه. پس ببینید این که 1936 در کتابی که شاید هم دو سه سال طول کشید تا کتاب بنویسه، یه چیزی حدود 1935 ایشون مسئله انتظارات رو مطرح میکنه، 50 سال بعد آقای لوکاس میاد انتظارات عقلانی رو مطرح میکنه و باز یک انقلاب جدیدی در تفکر اقتصاد کلان شکل میگیره. ولی ببینید که این انتظارات چقدر مهم بوده که آقای کینز روش تاکید میکنه، اهمیت انتظارات این افکتینگ کنسامشن اند اینوستمنت. میگه انتظارات چقدر مهم، تأثیر میذاره هم روی مصرف و هم روی سرمایه گذاری. اند دی ایده دت انیمال اسپرد، انیمال اسپریتس هم آقای کینز برای اولین بار مطرح میکنه. انیمال اسپریتس اگر منظورش رو بخوایم ببینیم که میشه روح حیوانی انسان ها، این روح حیوانی منظورش تغییر در انتظارات در جامعه هست. این انیمال اسپریت رو are a major factor behind shifts in demand and output. یک جمع بسیار مهم میدونه، یک عامل بسیار مهم میدونه در پشت تغییراتی که ما در تولید و تقاضا میبینیم. من برای شما توضیح بدم. ببینید مثلا بازار سرمایه رو حالا امروزه در ایران در نظر بگیرید، بازار سرمایه اگر اندازش رو نسبت به جی دی پی در نظر بگیریم میتونه تا نصف جی دی پی معمولا کاهش پیدا کنه یا میتونه تا دو برابر جی دی پی افزایش پیدا کنه. این بستگی به انتظارات و جو جامعه داره. فعالان بورسی که در طی چند ماه گذشته مرتب حراس رو القا کردن به بازار، موجب شدن که بازار از سطح تعادلی خودش پایین‌تر بیاد. در هر کدوم از این بازه میتونه بشینه. در بخش واقعی اقتصادم این هست، اگر افراد خوشبین باشند به اقتصاد، خب این باعث میشه که تولید افزایش پیدا کنه، مصرف افزایش پیدا کنه، سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کنه و نقش روح حیوانی یا انیمال اسپرد یا انتظارات، تغییرات در انتظارات
بسیار مهم و عمده است و آقای کینز روی این مسئله هم دقت کرده. حالا البته یه چیزی هست، در ایران هر تحلیلی که تر تحلیل اقتصادی که بخوان انجام بدن میگن اثر روانی داره و اثر روانیشو باید در نظر بگیریم و اینها. یک مقداری البته اون نکات آقای کینز یا سایر اقتصاددانانی که بعد اومدن رو متاسفانه در نظر نمیگیرن یا نمیدانند و مرتب روی روانی بودن همه انسان‌ها تاکید میکنن. دقت فرموده، اینکه اثر روانی اثر بر انتظارات مهم است شکی درش نیست. اینکه هر چیزی رو ما روانی در نظر بگیریم به نظر میرسه که نمیدونم، شاید یک مقداری داره زیاده روی صورت میگیره، شاید قیاس به نفس میکنه، طرف فکر میکنه مرتب باید آثار روانی القا بکنه به جامعه. علی حال همه اینها هست، یعنی باید روح امید رو در جامعه گسترش داد و البته بر اساس واقعیات نه بر اساس توهمات و تخیلات. پس این سه تا، هر سه اینها، هر کدوم از اینها بسیار نکات مهمی بوده که همه اینها رو آقای کینز در کتاب جنرال تیوریش میاد مطرح میکنه. The general theory was more than a treatise for economists. میگه این فقط یه رساله برای اقتصاددانان نبود، خیلی بیشتر از اینا بود. It offered clear policy recommendations. آقای کینز اومده این کتاب رو ننوشته برای اقتصاددونا، ایشون اومد به طور مشخص اومد توصیه کرد، یک توصیه اقتصادی انجام داد. And they were in tune with the times. و این توصیه هم که آقای کینز داشت دقیقا با اون زمانی که درش قرار گرفته بود که دوران Great Depression بود کاملا همخوانی داشت. Waiting for the economy to recover by itself was irresponsible. ببینید به این جملات دقت کنید، بسیار مهمه، برای اقتصاد ایران هم بسیار مهمه. میگه اگر منتظر بمانید که اقتصاد خودش رو نجات بده، این اصلا بیمسئولیتی است. In the midst of a depression، در شرایط رکود بزرگ، trying to balance the budget was not only stupid, it was dangerous. این دقیقا اختلاف نظر بنده بود با برخی از اقتصاددانانی که در ایران هستند و از مکتب شیکاگو خیلی وقتا تبعیت می کنند. در زمانی که تحریم به اقتصاد ایران اعمال شده بود به دنبال بودجه متوازن دولت بودند و اینجا آقای بلانچارد لااقل نظر خودش رو که ملهم شده از نظرات آقای کینز اینجا مطرح می کنه. میگه که در یک رکود بزرگ اگر شما تلاش کنید که یک بودجه متوازن داشته باشید، این نه فقط احمقانه است، was not only stupid, it was dangerous. احمقانه رو بذار کنار، خطرناکه. Active use of fiscal policy was essential to return the country to high employment. استفاده فعال از سیاست بودجه مالی حیاتی است، ضروری است برای بازگشت اقتصاد به سطح بالای در واقع اشتغال. بسیار خب، ما بحث کینز رو از کتاب آقای بلانچارد اینجا به پایان رسوندیم. بحث دوم The New Classical Synthesis هست که حالا به اسلاید برمیگردیم، بعد دوباره روی کتاب هم بررسی خواهیم داشت. خب من اینجا توضیح دادم دیگه، توضیح نمیدم. نظریه عمومی در واقع نظریه چرخه تجاری است که بر تقاضای مؤثر، تقاضای کل تاکید دارد. تقاضای مؤثر تعیین کننده تولید است. این صحبتی بود که کینز کرد. بعد رابطه مصرف با درآمد و آثار ظریف فزاینده رو گفت، رجحان نقدینگی رو توضیح داد و منحنی LM رو و همینطور اهمیت انتظارات و انیمال اسپریت یا در واقع روحیات حیوانی رو مورد بحث قرار داد. خیلی خوب، ما میریم رو سنتز نئوکلاسیکی. در دهه 1950 اجماعی به نام سنتز نئوکلاسیک پدید آمد. برای رسمیت بخشیدن به ایده کینز از مدل ISLM که قبلا توسط جان هیکس و آلوین هانسن و جان هیکس ISLM رو به وجود آوردن، که قبلا توسط این دو نفر ارائه شده بود، استفاده شد. بنابراین تعداد زیادی از افراد رفتن به سمت اینکه از نظریات آقای کینز استفاده کنن، ترکیب کنن نظریات آقای کینز رو با نظریات کلاسیکی قبلا وجود داشت و این رو تحت عنوان سنتز نئوکلاسیکی در نظر گرفتن. فرانکو مودیگلیانی و میلتون فریدمن، البته مودیگلیانی می نویسیم ولی مودیگلیانی می خونیم، میلتون فریدمن به طور مستقل نظریه مصرف را توصیه دادن که بر اهمیت انتظارات در تعیین تصمیم مصرف فعلی تأکید میکنن. اگر خاطرتون باشه در فصل 15 کتاب آقای بلانچارد
ما به این مسئله اشاره کردیم، نظریه مصرف، نظریه کانسامپشن و نظریه سرمایه گذاری اگر خاطرتون باشه. اینها بخشی از سنتز نوکلاسیکی بود، اما بخش بزرگی از سنتز نوکلاسیکی رو کسانی مثل آقای جیمز توبین، البته اینجا نوشته جان توبین، باید اصلاح بشه آقای جیمز توبین هست، آقای جیمز توبین و دیل جورگنسن توسعه دادند. نظریه سرمایه گذاری آقای توبین و جورگنسن، نظریه سرمایه گذاری رو توضیح دادن که الان خیلی شناخته شده است، که میگیم ارزش یک سهام، ارزش سرمایه گذاری، ارزش یک اوراق، ارزش یک مثلا ملک به را می شود، یعنی می شود یک ارزش سنجی انجام داد، حداقل به صورت تئوریک و نظری. ارزش یک سرمایه گذاری رو میشه از present value یا ارزش حال جریان نقدی آتی یا سوداوری آتی اون سرمایه گذاری به دست آورد. دقیق می فهمه. پس این کار بسیار ارزشمندی بود که آقای جان توبین و دیل جورگنسن انجام دادن و بعدها نه فقط در زیر شاخه های علم اقتصاد از این بسیار استفاده شد، بلکه یکی از پایه های علم فایننس همین در واقع نظریات آقای توبین و جورگنسن بود. بسیار خوب. و بعد از اون در این در واقع حالا اینکه بتونیم سنتز نئوکلاسیکی در نظر بگیریم یا نه، این من یه مقدار روش بحث دارم، ولی نظریات آقای رابرت سولو مطرح میشه. رابرت سولو، البته اینجا در فارسیش اشتباه نوشتن سولو، ولی سولو هست، سولو مثل اینجا رابرت سولو میبینید انگلیسیش رو. با توجه به رشد سریع در دهه 1950 و 1960، رابرت سولو مدل رشد که ما در فصل 11 12 کتاب آقای بلانچارد و در فصل فکر می‌کنم 9 کتاب آقای منکیو بود، ما مدل‌های در واقع مدل رشد سولو رو توضیح دادیم خدمتتون. این عوامل بلند مدت رشد اقتصادی رو میاد مطرح میکنه که الان با هم دیگه یک مقدار مورد بحث قرار دادیم. همه این مشارکت‌ها در مدل‌های بزرگتر و بزرگتر اقتصاد کلان ادغام شدند که اولین مدل که 16 معادله داشت توسط لورنس کلاین در اوایل دهه 1950 برای ایالات متحده ساخته شد. پس ما ببینید، ما تا 1950 هیچ تحلیل منسجم عددی و کمی در مورد مسائل اقتصادی نداشتیم، ولی 1950 برای اولین بار آقای لورنس کلاین کاری که انجام داد این بود که اومد یک مدل 16 معادله‌ای درست کرد و از طریق کامپیوتر سعی کرد این مدل رو حل کنه، که تحت عنوان مکرو اکونومتریکس بعداً شناخته شد، یعنی اقتصاد سنجی کلان سنجی، در فارسی تحت عنوان کلان سنجی ما ترجمه کردیم. پس اولین کسی که مدل های کلان سنجی رو مطرح کرد آقای کلاین بود. اما مهمترین مدل کلان سنجی که در دهه 1960 ساخته شد و به شدت رشد کرد، شما ببینید آقای کینز اومده صحبت کرده، بعد آقای هیکس اومد چیکار کرد ببینید، حالا ما با هم دیگه یه بار برو کنیم ببینیم چقدر این انقلاب کینز مهم بوده. کینز اومد در مورد یک نظریه رو مطرح کرد، بلافاصله هیکس و هانسن اومدن چیکار کردن، هیکس و هانسن اومدن این نظریه رو به صورت یک نظریه ریاضی درآوردن، مدل IS و مدل LM، مدل ISLM رو به وجود آوردن. بلافاصله بعدش در مورد نظریه مصرف آقای مودیلیانی و میلتون فریدمن بعدها اومدن روی نظریات جدید دادن، یعنی بخش مصرف اون نظریه آقای کینز هست، بخش سرمایه گذاری نظریه آقای کینز رو آقای جیمز توبین و آقای دیل جورگنسن اومدن در واقع کار کردن روش. دراز مدت نظریات اقتصادی رو که دیگه طرف در واقع طرف تقاضایی که آقای کینز مطرح کرد نبود، بلکه نظریات بلند مدتی بود که روی طرف عرضه و تابع تولید تاکید میکرد آقای سولو اومد انجام داد. بعد اینها رو در دهه 1950 برای اولین بار آقای کلاین اومد مدل سازی کرد. در دهه 1960 دانشگاه MIT و دانشگاه پنسیلوانیا، دو تا از دانشگاه‌های برتر دنیا در امریکا، و به همراه یک مؤسسه تحقیقاتی اومدن در واقع یک مدلی ساختن تحت عنوان MPSS که این Social Sciences، تا اونجا که خاطرم هست Social Sciences Research Council، یک در واقع think tank بود، یک مؤسسه تحقیقاتی بود در زمینه اقتصاد و علوم اجتماعی، که این مؤسسه تحقیقاتی به همراه دانشگاه MIT و به همراه دانشگاه پنسیلوانیا اومدن در واقع مدل بسیار گسترده تری رو در دهه 1960
مطرح کردن که این مدل نه فقط ISLM رو حالا در خودش داشت، منحنی فیلیپس رو هم در خودش مطرح کرد و منحنی فیلیپس رو هم داشت. دوستان وقتی منحنی فیلیپس رو ما اضافه میکنیم به مدل، در واقع تحلیل چه چیزی رو داریم به مدل اضافه میکنیم؟ کسی از دوستان میدونه؟ نه دیگه آقای جعفری، تحلیل بیکاری. تحلیل بیکاری تو ISLM هم هست دیگه، عرض کردم اون جایی که تولید هست، همون تولید رو که داره تحلیل میکنه همزمان داره بیکاری رو هم تحلیل میکنه دیگه. آها آفرین، قیمت یا تورم، باریکلا قیمت و تورم اومدن اضافه کردن. ISLM قیمت توش نیست. وقتی شما منحنی فیلیپس هم اضافه میکنید، خب میگه نیو کلاسیکال تیوری آف انفلیشن، همین منحنی که فیلیپس هست دیگه. شما میگه تورم هم درش اضافه میکنی، هم تورم رو داری حالا، هم رشد اقتصادی رو داری، هم بیکاری رو داری، هم نرخ بهره رو داری. بعد نرخ بهره رو که داشته باشی، نرخ بهره واقعی رو داشته باشی، تورم رو که داشته باشی، نرخ بهره اسمی رو هم خواهی داشت. بنابراین مدلت خیلی تکمیل تر از قبل میشه. پس این صحبت هایی که ما در این کلاس انجام دادیم، میتونستیم خیلی عمیق تر بریم سراغ یک سری مدل سازی کامپیوتری که تحت عنوان ماکرو اکونومتریکس یا مدل های کلان سنجی میشناسیم. بعد در دهه 1960 بحث های شدیدی بین کینزی ها و پول گرایان وجود داشت که محور آن سه موضوع بود: یکی اثر بخشی سیاست های پولی در مقابل سیاست های مالی، دوم منحنی فیلیپس، و سوم نقش سیاست ها یا نقش سیاست گذاری. این نقش سیاست ها نیست، باید بذاریم بنویسیم نقش سیاست گذاری، the role of policy. در همه اینها اون کسی که اومد همه اینها رو مطرح کرد چه کسی نبود به جز آقای میلتون فریدمن. جالبه دوستان عزیز، من نمیدونم شما میبینید یا نه، من اون منحنی که اول کلاس کشیدم و بعد پاک کردم، اینجا بعضی وقتا تصویرش میاد، نمیدونم چرا، یک اشکالی توی برنامه ادوبی مثل که به وجود اومده. خب پس ببینید، تاکید کینز بر سیاست مالی بود، عرض کردم خدمتتون، بر سیاست بودجه‌ای بود، بر نقش دولت بود، نقش بانک مرکزی رو انقدر جدی نمی گرفت و آقای فریدمن این دیدگاه رو به شدت به چالش کشید. این نکته اول. یعنی آقای فریدمن، میلتون فریدمن و ادموند فیلپس نیز دیدگاه کینزی را راجع به یک بدبستان معتبر بین بیکاری و تورم حتی در دراز مدت به چالش کشیدن. ببینید صحبت آقای کینز در مورد این که بین بیکاری و تورم، از یک طرف بیکاری و از طرف دیگه تورم، یک رابطه در کوتاه مدت وجود داره، اینها نیومدن مورد انتقاد قرار بدن، ولی گفتن که این بدبستان یا ترید آف در بلند مدت بین بیکاری و تورم اصلا نیست و اینو تحت عنوان فروپاشی منحنی فیلیپس در نظر گرفتن. البته عرض کردم خدمتون که در طی 20 تا 30 سال گذشته مجددا منحنی فیلیپس برگشته و به درستی داره عمل میکنه، ولی زمانی که نرخ تورم بالا بود رابطه معناداری بین تورم و بیکاری دیده نمیشد و اینطور نبود که اگر نرخ تورم رو شما افزایش میدادی نرخ بیکاری کاهش پیدا میکرد. برخلاف توصیه کینزی ها برای نقش فعال سیاست گذاری، فریدمن بر بکارگیری قوانین ساده مانند رشد مداوم پول تاکید داشت. ببینید این مهمترین در واقع نتیجه گیری مانتریست هاست. مانتریست یا پولگرایان، مهمترین پولگرایان یا پولیون کیا بودند؟ یعنی بزرگشون و سردمدارشون خاطرتون هست که چه کسی بود که نظریات در واقع اقتصاد پول رو مطرح کرد و نظریات مانتریستی رو مطرح کرد؟ بله، آقای فریدمن مؤسس این نظریات هست. آقای فریدمن میگه که انقدر فشارهای سیاسی بر روی سیاستگزار پولی انقدر زیاده که بهتره که یک سری قوانین ساده یا سیمپل رولز رو در واقع سیاستگزار اعلام بکنه و فقط همون سیاستگزاری ها رو ادامه بده. ما هنوز که هنوز به نتیجه مشخصی در علم اقتصاد نرسیدیم که آیا واقعا باید اجازه سیاستگزاری بدهیم یا باید اجازه سیاستگزاری ندهیم. در نظریه بله، سیاست گذاری اگر انجام بدیم خیلی میتونه اقتصاد رو در واقع اقتصاد رو در ظاهر یا در تخیل و توهم میتونه اقتصاد رو کمک کنه، ولی در باطن میدونیم که در واقع هزینه سیاست گذاری خیلی سنگینه، به خصوص سیاست گذاری پولی، چون از طرف جناح‌های سیاسی فشار وارد میشه به سیاست گذار پولی. خب دوستان عزیز خاطرتون هست ما نتیجه گیری که در مورد در واقع انتخاب بین رول و دیسکریشن گرفتیم، یعنی که آیا
یک قاعده مشخص رو، یک مقررات مشخص رو سنترال بانک اعلام کنه، بانک مرکزی اعلام کنه و ادامه بده، یا اینکه در مواقع مقتضی بانک مرکزی وارد بشه. خاطرتون هست که ما بین این دوتا کدوم انتخاب کردیم؟ ماشاءالله. آقای جعفری بیشتر توضیح میدی؟ تیلر رول که همون فاینتیون کردنه. من نکته شما رو متوجه شدم. ببینم بقیه دوستان با لحاظ تورم بیکاری هدف گذاری کنه، ولی نه خیلی دقیق. باریکالله باریکالله. ولی یه جایی باید خیلی دقیق بکنه. یک مقداری دقیق یادتون نیست، ولی آقای جعفری بیشتر از بقیه یادش بود. احسنت آقای کیخا نکته رو گفت. باریکالله آقای کیخا. باریکالله آقای نیساری. احسنت. در آرامش، وقتی اقتصاد داره مسیر خودش رو میره، سیاستگزار پولی زیاد دخالت نمیکنه. وقتی اقتصاد وارد بحران میشه، سیاستگزار پولی خیلی شدید وارد عمل میشه. دقت میکنه، مثل که آتش نشان میمونه که اگر خونه شما آتش نگرفته، آتش نشان بیاد شیر در واقع آتش نشان رو باز کنه، خونتون رو به آب ببنده، خب میره شکایت میکنید، درسته؟ ولی وقتی آتش گرفته خیلی بهش نیاز دارید. بنابراین در حالت عادی سیاستگزار پولی باید خیلی آرام با تومنینه کار کنه، تغییرات عمده به وجود نیاره، دست نزنه، بذاره کارش انجام بده اقتصاد. در مواقع بحران باید خیلی جدی وارد بشه و تاثیرگذار باشه. این نتیجه‌ای است که ما بعد از سالها نظیره پردازی در این اقتصاد بهش رسیدیم و اتفاقا میبینیم که در اقتصاد امریکا هم خیلی روی مسئله تاکید میشه. بسیار خوب. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. اگر سوال نیست میریم سراغ در واقع کتاب آقای بلانچارد و بعدش هم کتاب آقای منکی. استاد ببخشید، دعوای آقای ترامپ و پاول بر سر چه بود؟ بر سر همین که آقای بانک مرکزی مستقل هست یا نه. آقای دقیقاً همون فشارهای سیاسی که من خدمتتون عرض می‌کنم، آقای ترامپ بیشترین فشار سیاسی رو به رئیس بانک مرکزی که خودش منصوب کرده بود وارد کرد، که مثل همیشه وقتی که احساس میشه که اقتصاد داره وارد رکود میشه، یا مثلا سیاست مدار احتیاج داره که همیشه نرخ رشد رو بالا ببره دیگه، که رأی بیاره، که رأی بگیره از جامعه. و آقای ترامپ هم با اینکه وضعیت اقتصادی امریکا خوب بود، باز هم فشار می آورد به آقای پاول که سیاست گذاری انبساطی داشته باشه. این یک نمونه مشخص از نکاتی بود که الان خدمتتون عرض کردم. بسیار خوب. دوستان عزیز دقت بفرمایید. این آقای پاول ساموئلسون هست. آقای پاول ساموئلسون خیلی فرد مهمیه در علم اقتصاد به طور کلی. چرا؟ برای اینکه آقای ساموئلسون در سال 1955، یعنی 20 سال بعد از کتاب آقای تقریبا 20 سال بعد از کتاب آقای کینز، اومد اولین کتاب درسی علم اقتصاد رو که امروزه هم به همون شکل ما در واقع این کتاب‌های درسی علم اقتصاد رو در واقع استفاده می‌کنیم، اومد منتشر کرد. به طوری که شما می‌بینید در این پایین که نوشته کتاب اقتصاد آقای ساموئلسون رو که انتشارات مگروهیل در سال 2010 مجدداً چاپ کرده. یعنی این کتاب به مدت 55 سال بعدش هم مورد استفاده قرار میگرفته و امروز هم شما اگر بخونید براتون جالب هست. بسیاری از این مطالبی که در کتاب آقای ساموئلسون مطرح میشه خودش درش نقش داشته. اما آقای ساموئلسون در مورد اجماعی که شکل گرفت تحت عنوان نیوکلاسیکال سنتزیس شناخته میشد، یا سنتز نیوکلاسیکی یا اجماع نیوکلاسیکی هم از وقتا میشناسن، که از ابتدای دهه 1950 شروع شد، میاد یک چیز رو مطرح میکنه. میگه in recent years، این بخشی از کتاب آقای ساموئلسون هست که میگه in recent years 90% of American economists have stopped being Keynesian economists or anti-Keynesian economists. میگه الان امروزه 90% اقتصاددانان علاقه ندارن که خودشون رو به عنوان اقتصاددان کینزی بشناسن یا اقتصاددان ضد کینزی بشناسن. Instead, در مقابل they have worked toward a synthesis of whatever is valuable in older economics and in modern theories of income determination. میگه در مقابل اونا میگردن هر چی که خوبه، هر چیزی که ارزشمنده، چه در نظریات اقتصادی پیشین و چه در نظریات اقتصادی مدرنتری که در مورد در واقع تعیین درآمد صحبت میکنه، منظورش نظریه های کینز هست،
هر چی از هر کدوم پیدا کردن مفید بود از اونها استفاده میکنن. پس میگه 90% اقتصاددانان یک آشتی در ذهنشون شکل گرفته بین نظریات کینز و نظریات متعارضی که قبل از اون وجود داشته و سعی میکنن از هر دوی اینها استفاده کنن، از جمله خود سامویلسون. البته آقای سامویلسون هم بعداً به عنوان اقتصاددان کینزی خیلی وقتا محکوم شد وقتی که نظریات کینز به فجایع تورم بالا انجامید. هرچی از این اقتصاددانان که در واقع نظریات کینز رو پذیرفته بودند که اون زمان بزرگترین اقتصاددانان دنیا بودند مورد هجمه بعض وقتا قرار می گرفتن. اما شاید بتونیم بگیم که قبل از آقای فریدمن و بعد از آقای کینز بزرگترین اقتصاددان دنیا شاید همین آقای پال سامویلسون بوده، یا آقای جیمز توبین مثلا ایشون خیلی خیلی بالا بوده، یا آقای سولو بعدن خیلی رشد کرد و مطرح شد، ولی در اون زمان آقای سولو 1956 مقاله خودش رو به چاپ رسوند. The result might be called new classical economics and is accepted in its broad outlines by all but about 5% of extreme left-wing and right-wing writers. میگه نتیجه این اجماعی که صورت گرفت این بود که ما به یک اقتصادی رسیدیم که تحت عنوان اقتصاد نوکلاسیک میتونیم بشناسیم، که از سوی 90% اقتصاددانان مورد قبول قرار گرفته و فقط 5% در دو طرف در واقع این جدال، 5% بسیار چپ و 5% چپ افراطی و راست افراطی هستند که با نظریات معتدلی که ترکیب میکرد نظریات کینزی و نظریات کلاسیک پیشین رو در واقع این با اینها مخالف هستن. فقط 5% در دو طرف در واقع این درگیری. بسیار. اما بعدن میگه که خب از 1950 به مدت 20 سال نظریات در واقع سنتز نوکلاسیکی بسیار مطرح بود و عرض کردم خدمتون از 1940 تا 1970 دوران طلایی علم اقتصاد کلان بوده. در همه زمینه‌ها علم اقتصاد کلان شروع به رشد کرد. البته از نظر تئوریک عرض کردم توصیه‌هایی که در عمل میشد توصیه‌های خیلی خطرناکی بود و در شاید ده‌ها کشور جهان به ابر تورم انجامید، ولی در عرصه تئوری خیلی پیشرفت‌ها بزرگ بود. مدل ISLM اون زمان کشف شد. نظریات مصرف، نظریات سرمایه گذاری، نظریات تابع تقاضای پول همه اون زمان مطرح شد. نظریه رشد اقتصادی اون زمان مطرح شد. مدل های اقتصادی که الان خدمت رو عرض کردم، مدل های در واقع کلان سنجی اون زمان مطرح شد. و بعدها البته رسیدیم به اینجا که مانیتوریست ها اومدن که آقای میلتون فریدمن اصلش بود و در تقابل با نظریات کینزی قرار گرفتند و نظریات بسیار مهمی رو بعداً مطرح کردند. بسیار دوستان برمیگردیم. خیلی خوب، ISLM رو که خدمتتون عرض کردم، آقای جان هیکس و آلوین هانسن در 1930 و 1940 اوایل 1940، یعنی به محض اینکه آقای کینز اومد اینا رو مطرح کرد، بلافاصله اینها یک مدل ریاضی به وجود آوردند. خب ولی این مدل ISLM یه ایراداتی داشت. دقیقاً اون صحبتی که کینز میکرد نبود. چرا؟ برای اینکه انتظارات در مدل ISLM نیومده بود. Expectations played no explicit role. هیچ نقش مشخص واضحی انتظارات نداشت. And the adjustment of prices and wages was altogether absent. در مدل ISLM که ما در واقع تورم نداریم، قیمت نداریم، دستمزد نداریم، پس کلن اینا رو کنار گذاشته بودیم. و بعدها شد که مدل AD و مدل AS و اینها رو در نظر گرفتیم و مثلا مدل در واقع منحنی فیلیپس اومد مطرح شد که ما برسیم به یک تئوری در مورد قیمت. Yet the ISLM provided a basis from which to start building and as such it was immensely successful. میگه با اینکه این نقص ها رو داشت، با اینکه نظریه کینز رو کامل نیومد در بر بگیره، ولی بسیار بسیار موفق بود. دقیقاً فهمید، چون یک پایه‌ای به وجود آورد که تحقیقات بعدی بر روی این پایه سوار شد. اگه خاطرتون باشه مدل ماندل فلیمینگ رو که ما مطرح کردیم همون مدل ISLM بود، ولی ما تحت عنوان اوپن اکونومی ما ISLM شناختیم. یعنی باز هم مثلا مسائل ارز و اینها هم
مسائل تجارت خارجی هم در نهایت در قالب همین مدل ISLM شناخته شد. پس کاری که آقای هنسن و آقای هیکس انجام دادن کار بسیار مهمی بود. Discussions became organized around the slope of the IS. به این بحث که ISLM به وجود اومد، بعد بحثشون این بود آقا منحنی IS مثلا شیبش تندتر یا منحنی LM. چرا این تأثیر میذاره روی این که ما بریم به سمت سیاست گذاری پولی یا بریم به سمت سیاست گذاری بودجه‌ای. What variables were missing from the two relations. نکته دیگه این بود که ما این سری وریبل ها رو مثلا عرض کردم، مثل مثلا قیمت نرخ ارز حقیقی رو بعداً به مدل اضافه کردند و سوال این بود که چه متغیرهایی حذف شدند از مدل و باید به مدل استفاده بشن. Was equations for prices and wages should be added to the model. مسئله دیگه عرض کردم قیمت ها و دستمزد ها بود، چه معادلاتی باید به ISLM اضافه میشد که قیمت و دستمزد رو هم در بر میگیره و اینجور مسائل. بنابراین ISLM بعدا خودش جریانی شد که تا امروز ادامه پیدا کرد. خب کینز در مورد اهمیت مصرف و سرمایه گذاری، رفتارهای مصرفی و رفتارهای سرمایه گذاری و همینطور در مورد در واقع تقاضا برای پول در مقابل سایر دارایی های مالی صحبت کرده بود. مثلا افراد پول نگه بدارن یا اوراق قرضه نگه دارن، پول نگه بدارن یا سهام بخرن. خب 1950 آقای مودیلیانی، فرانکو مودیلیانی که اون زمان دانشگاه کارنگی ملون بود و بعدها به دانشگاه MIT منتقل شد و آقای میلتون فریدمن که در دانشگاه شیکاگو بود، به طور مستقل دوتا نظریه در مورد مصرف ارائه دادند. هر دوی اینها به نقش انتظارات توجه میکن. اون انتظاراتی که در مدل ISLM مطرح نشده بود، حالا در مدل‌های مجزای مصرف و سرمایه گذاری که این افراد مطرح کردند اومد. مسئله دیگه آقای جیمز توبین بود که عرض کردم خدمتون در دانشگاه ییل که Develop the Theory of Investment، نظریه سرمایه گذاری رو مطرح کرد. پس نظریه سرمایه گذاری رابطه بین سرمایه گذاری و ارزش حال سودهای آتی رو مطرح کرد. The theory was further developed and tested by Dale Jorgensen. عرض کردم که بعدها دیل جورگنسن هم تست کرد هم گسترش داد این مدل رو. آقای جورگنسن هم در حال دانشگاه هاروارد بود. خب توبین also developed the theory of demand for money. خب پس توبین نه فقط در مورد اینوستمنت اومد نظریه داد، در مورد سرمایه گذاری اومد نظریه داد، بلکه مدل در واقع تقاضای پول رو هم مطرح کرد. And more generally the theory of choice between different assets based on liquidity. پس اون liquidity preferences که ابتدا یا liquidity preference نظریه ترجیح یا رجحان نقدینگی که آقای کینز مطرح کرد، آقای توبین اومد اینجوری مطرح کرد که بین پول و سایر دارایی های مالی چگونه ممکنه که تقاضا تغییر بکنه، تقاضا شیفت بکنه بین پول و سایر دارایی های مالی که منظور به طور مشخص هم در بسیاری اوقات در واقع سپرده بانکی یا اوراق است. خب برای این اومد در واقع مسئله نقد پذیری این دارایی ها رو در نظر گرفت، یعنی ریسک نقدینگی رو وارد کرد، سایر ریسک ها مثل ریسک اعتباری رو وارد کرد و بازدهی که اینا دارن. پس اون تطابقی که ما بین بازده و سود و بازده و ریسک انتظاری میبینیم، بازده انتظاری و ریسک میبینیم، این رو آقای جیمز توبین اومده بود مطرح کرده بود. پس ببینید نقش جیمز توبین در ایجاد علم فایننس چقدر زیاده. His work has become the basis not only for an improved treatment of financial markets، نه فقط یک پایه‌ای شد برای اینکه ما در بازارهای مالی بدونیم چگونه باید عمل کنیم، into macro economics یعنی در بخش بازارهای مالی علم اقتصاد کلان خیلی تأثیر گذاشت، but also for finance theory in general. این نظریات باعث شد که در واقع پایه شد اصلا برای علم فایننس. این نکاتی که در مورد در واقع نظریات سگانه مصرف، سرمایه گذاری و تابع تقاضای پول مطرح می شد. عرض کردم که یک نظریه مجزایی که بعدها خیلی شکل گرفت و گسترش پیدا کرد در 1956 آقای روبرت سولو که الان عکس هم اینجا می بینید، آقای سولو اومد نظریه در واقع رشد رو مطرح کرد که استاد دانشگاه MIT بود.
پس ایشون اومد determinants of growth رو مطرح کرد. بنده تز دکترامو در مورد عنوان تز دکترای من این بود که determinants of depreciation function in the modern growth theory. یعنی من اومدم این determinantsی که آقای سولو اومده بود در مورد در واقع کل رو نظری رشد مطرح کرده بود، بنده اومدم توضیح دادم عوامل مؤثر بر در واقع بخشی از این نظری آقای سولو در مورد دیپریشیشن، و هنوز فکر میکنم که اگر ادامه میدادم خیلی چیز خوبی در میومد، خیلی خیلی خوب در میومد. الان شما میبینید که ابسنت هست، اینجا غایب هست نظریاتی که در مورد کیفیت سرمایه یا برون رفت سرمایه از اقتصاد صحبت میشه. It was followed by an explosion of work on the roles of saving. پس نقش یک تعداد بسیار زیادی، من خاطرم از اون زمانی که من تز دکترا می‌نوشتم 8000 نفر سایت داده بودن، 8000 مقاله معتبر علمی سایت داده بودن به اون مقاله 1956 سولو، و الان باورم این است که بالاتر است، قطعا بالاتر، شاید الان 10-15000 مقاله باشه. و مسئله مهم در مدل سولو یکی مسئله پسنداز بوده. پسنداز حالا میتونه پسنداز ملی باشه، پسنداز ملی هم میتواند پسنداز خصوصی باشه یا پسنداز دولتی عمومی باشه، همه اینها رو ما میتونیم در نظر بگیریم تحت عنوان پسنداز. و همینطور تکنولوژیکال پروگرس یا پیشرفت فنی است، پیشرفت فنی میتونه مشخص کنه که نرخ رشد اقتصادی شما چگونه خواهد بود. و پس این هم در واقع آغاز این در واقع بخش از علم اقتصاد کلان هم در دهه 1950 بوده باز. پس شما ببینید چه عصر طلایی بوده، همه مرتب نظریات جدیدی پیش اومده و سالیان سال بعد ادامه پیدا کرده. در کتاب آقای آسم‌اغلو اگر دیده باشید کتاب اکنامیک گروثی داره که حدود 1000 صفحه است، بسیار کتاب قطور، بسیار کتاب قوی و عجیبی است که آقای آسم‌اغلو نوشته. 1000 صفحه واقعا شوخی نیست دوستان، یک چیز جدیدی به وجود بیارید شما 1000 صفحه، و واقعا یکی از نوابق اقتصادی است که درست جایزه نوبل نبرده، ولی اگر مقایسه کنید کتاب آقای آسم‌اغلو رو با کتاب آقای سالای مارتین و برو مثلا به عنوان مثال، خب میبینید که کتاب نظریه رشد آقای آسم‌اغلو چقدر پیشرفته تره، چقدر روش کار شده. و آقای سولو اونجا مینویسه من مثل برادران رایت میمونم، که برادران رایت چیز رو هواپیما رو اولین بار اولین هواپیما رو یه چیزی حدود یک دقیقه تونست پرواز کنه، و مثل اینه که برادران رایت بگم جنب جت 747 ببینند، یعنی بزرگترین جنب جت دنیا. حالا مثلا از اون هواپیمای چوبی برسیم به یک جنب جت 747. آقای سولو میگه وقتی کتاب آقای در واقع آسم‌اغلو رو دیدم این احساس به من دست داد. و بسیار جالبه که ایشون موند و دید که یک نظریه رو که شروع کرده بود چگونه رشد و توسعه پیدا کرد و منشأ خیر و برکت شد. و در مورد مدل‌های ماکرواکونومیکس یا مدل‌های کلان سنجی هم خدمتتون توضیح دادم که آقای لارنس کلین در دانشگاه پنسیلوانیا در 1950 منحنی آی اس رو گسترش داد، یک در واقع مدل کمی ایجاد کرد. بعدها آمار بیشتر ما به دست یعنی به دست آوردن اقتصاددانان، و وقتی که هم کامپیوتر پیشرفت کرد هم آمار پیشرفت کرد، در دهه بعد عرض کردم مدل MPS یا MIT پنسیلوانیا SSRC یا Social Science Research Council، اینها با هم دیگه با همکاری هم دیگه یک مدل بسیار معتبر و بسیار پیشرفته بزرگی در مدل سازی علم اقتصاد کلان در 1960 ایجاد کردند. البته جالبه که این گروه توسط آقای مودیلیانی که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودیم این گروه هدایت میشد. Its structure was an expanded version of ISLM. خب عرض کردم که ISLM مهمترین نقصی که داره این هست که قیمت درش نیست، پس اومدن ISLM رو با فیلیپس کرو ترکیب کردند و یک مدل خیلی کامل تری رو به وجود آوردن. But its components و اجزاء اون مدل که مصرف باشه، سرمایه گذاری باشه و تابع تقاضای پول باشه، all reflected the tremendous theoretical and empirical progress since Keynes. این که اومدن این ستا رو اومدن به درستی مدل سازی کردن نشون میده که چقدر حجم در واقع چقدر پیشرفتی که از زمان کینز شروع شد چقدر رشد کرده بود و چقدر عظیم و بزرگ بود.
هم در زمینه نظری و هم در زمینه در واقع عددی و کاربردی و تجربی. کینز ورسس مانیتوریست. اما مسئله آخری که اینجا مطرح میشه و بسیار مهمه همین مسئله در واقع نظریات آقای فریدمن هست. فریدمن در مقابل کینز قرار گرفت. خب بسیاری از اقتصاددانان اگر اقتصاددان کلام بودن خودشون کینزیان میدونستن، تا اینکه آقای مودیلیانی و آقای در واقع فریدمن اومد و نظریات پولیون رو مطرح کرد، مانیتوریستس. در واقع رهبر معنوی مانیتوریست ها آقای میلتون فریدمن بود، هرچند آقای میلتون فریدمن پیشرفت بزرگی رو در اقتصاد به وجود آورد and was himself the father of one of the major contributions to macroeconomics و پدر یکی از در واقع پدر یکی از پیشرفت‌های بزرگ در علم اقتصاد بوده، the theory of consumption he did not share in the general enthusiasm. با اینکه نظریه مصرف رو در نظریات کینزی آقای فریدمن توسعه داد، اما خیلی با جو و اون زمان همراه نشد. اشتیاقی که افراد در مورد نظریات کینز داشتند و تئوری کینزی داشتند خیلی با اینها همراه نشد. He believed that the understanding of the economy remained very limited. او معتقد بود که هنوز که هنوزه برداشت شناخت از اقتصاد خیلی محدود بود در اون زمان. He questioned the motives of governments as well as the notion that they actually knew enough to improve macroeconomic outcomes. خب میگه که انگیزه دولت ها برای اینکه بیان و در اقتصاد دخالت کنن چیست؟ ببینید مثلا انگیزه که بنده الان سوال میکنم که اینکه سازمان بورس مثلا هر روز در معاملات دخالت میکنه، این انگیزش چیه؟ یا یک صندوق به وجود آوردن به نام صندوق تثبیت، انگیزه اینها از این صندوق تثبیت چیه؟ به باور بنده انگیزه شخصی دارن، به باور بنده این مسئله میشه محل فساد و رانت. اینها رو خیلی وقتا این نوع طرز فکر رو آقای فریدمن باب کرد که آقا دقت بفرمایید که مسائل انگیزه های شخصی خیلی مهمه، مسائل جناحی و سیاسی خیلی مهمه، خیلی تأثیر میگذاره در سیاست گذاری ها. پس در 1960 این تقابل بین پولیون و کینزی ها در واقع مسئله اصلی علم اقتصاد کلان بود. در سه مورد هم اینها با هم دیگه تقابل داشتن، یکی مانیتری پالیسی versus fiscal policy. آقای فریدمن با خانم آنا شوارتز که شما تصویر خانم آنا شوارتز رو اینجا می‌بینید یک کتابی نوشتن. بعد از کتاب آقای کینز شاید مشهورترین کتاب اون زمان بود دیگه، یعنی بعد از کتاب آقای کینز یک کتاب اومد که انقلاب به پا کرد. اون کتاب از سال 63 چاپ شده بود. کتاب آقای کینز 1936 چاپ شده بود. عدداش با هم عوض شد. سال 36 تبدیل شد به سال 63. بعد می‌فرمایید یه چیزی حدود مثلا 27 سال بعد. A Monetary History of the United States. اینا اومدن یک بررسی تاریخی انجام دادن از 1867 تا 1960، یعنی حدوداً 100 سال، 93 سال بررسی کردن در واقع تاریخ پولی اقتصاد امریکا رو، که خیلی کار بزرگی بوده، خیلی زحمت کشیدن روی این کار. اومدن یک رابطه بین پول و خروجی اقتصاد یا تولید رو در مدتی 100 سال تقریبا در نظر گرفتم، در مدت یک قرن. Their conclusion was not only the monetary policy was powerful but that movement in money explains most of the fluctuations in the output. اونا توضیح دادن که تغییراتی که در پول در اقتصاد حادث میشد اتفاقا میتونست بخش عمده تغییرات بخش واقعی اقتصاد یا تولید رو توضیح بده. بنابراین نظریه خیلی متفاوت بود. آقای کینز همونطور که اول خدمتتون عرض کردم نظریش این بود که سیاست گذاری مالی بودجه‌ای هست که باید به کار گرفته بشه برای خروج از بحران، اما خانم آنا شوارتز و آقای میلتون فریدمن نشون دادن که اصلا برعکس این در عمل اتفاق افتاده و باید روی سیاست گذاری پولی تاکید کرد. خب در نهایت in the end an intellectual consensus was reached. در نهایت به اینجا کشیده شد. این دعواها و این در واقع دعوا که نمیشه گفت، این
بحث‌های متعددی که صورت گرفت در نهایت به این نتیجه رسیده شد که یک اجماع صورت گرفت در بین اقتصاددانان در دهه‌های بعد، که همه تقریبا امروز همه معتقدند، خیلی‌ها معتقدند که both fiscal for policy and monetary policy clearly affected the economy. هر دوی نظریات در واقع بودجه، ببخشید سیاست گذاری بودجه‌ای و سیاست گذاری پولی، هر دو مهمه. And if policy makers cared about not only the level but also the composition of output، و اگر سیاست گذار فقط انداز سطح مثلا تولید براش مهم نیست بلکه ترکیب خروجی اقتصاد هم براش مهم هست، the best policy was typically a mix of the two. پس امروزه ما به عنوان اقتصاددان کلان معتقدیم که همزمان باید نظریات بودجه‌ای، باید سیاست‌گذاری بودجه‌ای و سیاست‌گذاری پولی هر دو با هم مد نظر قرار بگیره. همین امروز بعد از بحران کرونا می‌بینیم که مثلا در ایالات متحده هم سیاست‌گذاری پولی خیلی شدید داره اعمال میشه، هم سیاست‌گذاری بودجه‌ای خیلی شدید داره اعمال میشه، هر دو همزمان اتفاق میفته. در مورد فیلیپس کرو، آقای کینز و مدل و کینزیان ها کلا معتقد بودند که یک رابطه بین بیکاری و تورم در کوتاه مدت و بلند مدت وجود داره. در 1960 آقای فریدمن و آقای فلپس نشون دادن که در واقع آقای فلپس در دانشگاه کلمبیا بود، به strongly disagreed، کاملا با این نظریه مخالف بودن. They argued that the existence of such a long-term trade-off flew in the face of basic economic theory. خب پس میگن که در بلند مدت اصلا قضیه این نیست، قضیه کاملا متفاوته. They argued that the apparent trade-off would quickly vanish if policy makers actually tried to exploit it. خب نکته خیلی قشنگی رو اینا توضیح دادن که ما در کتاب به این صورت نگفته بودیم. این دو نفر اعلام کردن که بله ممکنه منحنی فیلیپس وجود داشته باشه، ولی به محض اینکه سیاستگزار میخواد از این منحنی فیلیپس در عمل استفاده کنه. یعنی چه در عمل استفاده کنه؟ یعنی بره به سمت ایجاد تورم برای کاهش نرخ بیکاری. به محض اینکه سیاستگزار این فکر میاد در سرش و شروع میکنه به اجرا، در عمل میبینیم که دیگه این رابطه بین تورم و بیکاری دیگه برقرار نیست. یعنی با افزایش تورم شما نمیتوانید بیکاری رو کاهش بدهید. By the mid-1970s the consensus was indeed that there was no long-run trade-off between inflation and unemployment. خب ما در نهایت به این نتیجه رسیدیم که رابطه بلند مدت بین تورم و بیکاری اصلا وجود ندارد. البته عرض کردم که در سالهای اخیر مجددا به مسئله فیلیپس کرو برگشتیم. نکته ای سوم این بود که نقش سیاست‌گذاری چیست. خب برای اینکه ببینیم نقش سیاست‌گذاری چیست، یک جمله از آقای فریدمن برای شما می‌خونیم و کلاس رو به پایان می‌رسونیم. خب دقت بفرمایید. فریدمن called for the use of simple rule. فریدمن گفت که آقا شما بیاید یه قاعده ساده بگذارید، قاعده ساده‌تون هم روی رشد پای پولی باشه. رشد پای پولی رو یک مقدار مشخص بگذارید و به تدریج پای پولی رو رشد بدید و این خیلی میتونه به شما کمک بکنه که در واقع اقتصاد رو به ثبات برسونید. حالا سوال اینجا بود که خب وقتی که وارد رکود میشیم، مثلا ما رشد پای پولی رو سعی کنیم تشدید کنیم، وقتی که وارد دوره تورم میشیم سعی کنیم رشد پای پولی رو کاهش بدیم. آقای فریدمن مخالف این بود. البته امروزه کسی واقعا خیلی انقدر شدید مثل آقای فریدمن فکر نمیکنه، ولی تأثیر گذاشت روی اقتصاددانان که عرض کردم خدمتتون در دوران غیر بحران همین رشد تثبیت شده پای پولی رو معمولا افراد پذیرفتند. بنابراین باز نقش آقای فریدمن خیلی مؤثر بود. جمله رو براتون میخونم و کلاس رو خاتمه میدیم. A steady rate of growth in the money supply will not mean perfect stability even though it would prevent the kind of wide fluctuations that we have experienced from time to time in the past. میگه که یک نرخ رشد با ثبات عرضه پول به این معنی نیست که به ثبات کامل دست پیدا میکنیم، اما اون نوسانات خیلی شدیدی که ما هر چند وقت یک بار تجربه کردیم در گذشته رو محو خواهد کرد، از بین خواهد برد. یعنی چی؟
یعنی ایشون معتقده که اگر اقتصاد وارد نوسانات خیلی شدید شده، دلیل اصلیش این هست که در واقع سیاست‌های پولی به ثبات ضربه زده. دقیقاً فهمید، نه فقط سیاست پولی نتونسته به ثبات بیانجامد، بلکه به ثبات ضربه زده. پس ایشون میگه اگر که شما نرخ رشد پول رو ثابت بگیرید، خب این ضربات دیگه به اقتصاد وارد نمیشه. It is tempting to try to go further. این خیلی وسوسه انگیزه که ما بیشتر تلاش کنیم، بیشتر جلو بریم. And to use monetary changes to offset other factors making for expansion and contraction. میگه خیلی وسوسه انگیزه که ما از سیاست گذاری پولی استفاده کنیم که ثبات در اقتصاد به وجود بیاریم، ثبات بیشتر در اقتصاد به وجود بیاریم. مثلا وقتی که اقتصاد داره انقباضی میشه، معکوسش عمل کنیم و یا برعکس. The available evidence cast grave doubts. اما شواهدی که در دست داریم شبهه جدی ایجاد میکنه. On the possibility of producing any fine adjustment in economic activity by fine adjustment in monetary policy. میگه که این فاین ادجاستمنت یا این فاین تیونینگی که من قبلا خدمتون توضیح داده بودم، آقای فریدمن معتقد که این اصلا عمل نمیکنه، خوب عمل نمیکنه. At least in present state of knowledge. میگه حداقل در این سطح دانشی که ما داریم، این که شما بیاید هر روز سعی کنید اقتصاد دستکاری کنید، خوب عمل نمیکنه. There are thus serious limitations to the possibility of a discretionary monetary policy. پس میگه که محدودیت‌های جدی بر سر امکان پذیر بودن در واقع سیاست پولی صلاح دیدی وجود داره، سیاست پولی که دست سیاستگزار باز باشه. And much danger و خطر بزرگی that such a policy may make matters worse rather than better. و میگه که خطر بزرگی که چیز میکنه که این سیاست ها میتونه اجرا کنه، میتونه شرایط رو بدتر بکنه به جای اینکه بهتر کنه. Political pressure. پس مسئله اصلی هم میذاره روی فشار سیاسی، یعنی همون چیزی که الان سوال کردن در دوران ترامپ، و ترامپ فشار سیاسی روی پاول آورد. Political pressures، یا مثلا در ایران همیشه دولت فشار سیاسی میاره روی بانک مرکزی، بانک مرکزی هم تسلیمه. Political pressures to do something. این فشار سیاسی که میگه بابا باید یک کاری کرد، الان مثلا رکوده یا حتی رونق هم باشه، میگه رونق باید تشدید کرد، مثلا بازار سرمایه مشکل داره، ما باید پول چاپ کنیم، اینجور چیزا. In the face of either relatively mild price rises or relatively mild price and employment declines are clearly very strong indeed in the existing state of public attitudes. میگه در شرایط فعلی اقتصادی، در شرایط فعلی جامعه، فشار خیلی زیادی وجود داره که حتی اگر که مثلا قیمت‌ها خیلی آرام داره افزایش پیدا میکنه یا مثلا نرخ بیکاری داره کاهش پیدا میکنه، فشار خیلی شدید وجود داره که بیایم بیشترش کنیم، یعنی بخوایم وضعیت رو بهتر کنیم. خب این خیلی جامعه تقاضا داره که حالا وضع خوبه ولی از اینم بهترش بکنیم. The main moral to be drawn and نتیجه ای که از این شرایط میتونیم بگیریم، from the two preceding points، از دو نکته ای که در بالا اشاره کردیم، is that yielding to these pressures may frequently do more harm than good. میگه فشار سیاسی میارن و این فشار سیاسی در نهایت اگر که تسلیم این فشار سیاسی بشیم، وضعیت رو بدتر از اون میکنه که انتظارشو داشتیم. بسیار خوب دوستان عزیز، البته من قرار بود که زندگی نامه در واقع بزرگان اقتصادم براتون بخونم، ولی دیگه وقتمون به اتمام رسید و انشالله جلسه بعد این کار رو انجام میدیم و البته من تقریبا بخش زیادی از زندگی نامه رو خدمتون توضیح دادم. حالا اگر سوالی هست من در خدمتون هستم، اگر سوالی نیست جلسه امروز رو به پایان میرسونیم. خیلی هم خوشحالم از دوستانی که زحمت کشیدم و در این کلاس حضور داشتم. فقط تعجب کردم چون ما کسانی که 8 دوره اقتصاد کردن رو گذرونده بودن، ما گفتیم حتی اگر مدرک هم نمیخوان دریافت کنن، در این دوره میتونن رایگان شرکت داشته باشن و خیلی تعجب میکنم چرا دوستان بعضیشون شرکت نکردند. و البته کسانی هم که اگر از دوستانتون کسانی هم هستن دورهای دیگر رو مدرکشو خریداری کردن، هر کس که مدرک رو
ما این دوره رو در واقع برای ما هیچ درآمدی نخواهد داشت. ما به خاطر اینکه یک در واقع انگیزه ایجاد بشه که در واقع جبران کرده باشیم این هزینه رو که برای مدرک در واقع شما زحمت کشید دارید پرداخت میکنید، ما اینو گذاشتیم که جبران اون بشه. دوره های آینده بله ما داریم روش فکر میکنیم. احتمالاً اگر من بتونم سورس CFA رو پیدا کنم یا اگر دوستان بتونن من کمک کنن و سورس CFA در واقع اسلاید CFA رو بتونم پیدا کنم، مخصوصاً در بخش سرمایه گذاری، من درس سرمایه گذاری CFA رو به صورت خیلی گسترده ارائه خواهم داد. حالا ممکنه که مثلا شاید مثلا 50 ساعت 100 ساعت مثلا آموزش بشه، ولی بنا دارم که کورس‌های CFA رو به صورت گسترده تدریس کنم، یعنی زیر مثلا 200 نفر سخت میشه که ما بخوایم کلاس تشکیل بدیم، کلاسایی که بلند مدت داره باشه و ادامه دار باشه. مثلا همین مدرک شما میدونید چقدر از من وقت و انرژی گرفته که ما این مدارک رو بالاخره با یک مؤسسه معتبر به تفاهم برسیم، چون الان در واقع رقبای ما مدرکی که میدن مدرک فنی حرفه‌ایه، نه مدرک یک مؤسسه معتبر آموزش عالی. دقت میفرمایید، یعنی در حد مثلا دبیرستانه. ما اومدیم مدرک معتبر رو خوب پیدا کردیم، بهترینایی که در ایران میشه پیدا کرد پیدا کردیم. اگر دوره MBA ما برگزار کنیم، مدرک MBA ما قابل ترجمه داره. مدرک MBA که مثلا دانشگاه تهران میده، اون مدرک MBA آزادی که مثلا دانشگاه تهران میده یا دانشگاه شهید بهشتی میده، اینا قابل ترجمه نداره. دقیق میفرمایید. خب اینها ارزش کار هست دیگه. تاییدمونو کردیم. من تا اونجا که از دستم بر اومده واقعا کوتاهی نکردم در اینکه تا جایی که از دستم بر اومده، چه در ارائه مطلب، چه در ساختاری که سعی کردم، هم مثلا سعیمونو میکنیم وبسایت رو بهتر کنیم، سعیمونو میکنیم کیفیت امکانات رو بهتر کنیم به تدریج تا اونجا که از دستمون بر بیاد. حالا امیدوارم شما هم راضی بوده باشید. اگر سوالی هست من در خدمتتون هستم. خب دوستان عزیز خیلی متشکرم از شما. تا جلسه آینده همه شما رو خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما باشه.